الو، سلام، با من هستی؟ بله بفرمایید خانم. سلام، ان‌شاءالله سلام، که خوب باشه. متشکرم. من مدتیه که یعنی تازه با برنامه شما آشنا شدم. خیلی عالیه، دستتون درد نکنه، نمبر 1. اینو فقط بهتون بگم، ان‌شاءالله که همیشه این ادامه بده. ممنون. من سال دو تا دارم، شاید هم در ارتباط با هم باشه. این عذاب روحی و پانیشمنت اینا چی ان آقای دکتر؟ من مثلا خیلی کارهای بدی کردم، نه به جزی بکنم جایی بسرسی، نه نه ها، برای خودم کار مثلا بسیار مثلا بدی بوده، مثلا پشت سر شوهرم حرف زدم، شاید مثلا غیر واقعی نبوده، مثلا پشت سر مثلا شما صحبت کردم ولی دروغ بوده. میفهمی منظورم چیه؟ بله. بخوام ببینم این عذاب، بعضی وقتا عذاب وجدان دارم که چرا من بی خودی این تصمیم ها رو گرفته، این حرف ها رو زدم، ولی این حرفا به هیچ کس صدمه نمیزنه، یعنی اونقدر عمیق نیست، فقط در حد حرف. عذاب وجدان دارم. نه، حالا البته در حد حرف هم آدم ها میتونن اذیت بشن، بنابراین همچنان اون بحث سر جاش. نه ببینید، موضوع دو تا جنبه داره. یه جنبه فلسفی، برخی از اوقات مذهبی داره، که به نظر من یه زمینه علمی هم میشه براش داشت، و اون اینه که روزی که من و شما اصول اخلاقی و انسانی رو زیر پا میگذاریم، بدن ما و ذهن و ضمیر ما آسیب میبینه. این رو در مورد دروغ نشون دادن که چندین جای بدن وقتی من و شما دروغ میگیم به هم میریزه. علتش هم این هست که این هارمونی و هماهنگی باید وجود داشته باشه، درست مثل این که من به جای اینکه جلو برم، در حالی که پشت سرم دیواره، رانندگی رو به سمت عقب بکنم، خب به دیوار میخورم. فرضم بر اینه که در وجود انسان شاید به دلایل، باز گفتم اگر بحث فلسفی روحانی رو هم بپذیریم، روح انسانی یه ملاکی گذاشته شده و در حقیقت در درون وجود ما یه دادگاهی برپاست که در شرایط درستش یه قاضی عادل، منصف، مهربان، تربیت کنندهی نشسته و به اعمال ما رسیدگی میکنه، به من شما میگه اینجا رو درست نگفتی، اینجا رو خودخواهانه عمل کردی، اینجا رفتی سراغ خواسته خودت، اونجا رو حق دیگری پا گذاشتی، اینجا به خاطر احتیاج دروغ گفتی. یعنی این گفتگو شده و درست مانند شمعی در وجود من و شما که اگر سر جای خودش قرار بگیره هم روشنی بخش درون هم بیرون، ولی اگر بیفته میتونه خرمن وجود ما رو به آتش بکشه. این گفتگوها رو ما در گذشته داشتیم. گفتم زمینه علمیش هم پیدا شده که وقتی که من و شما کسی رو اذیت میکنیم، اول باید خودمون اذیت بشیم تا دیگری رو اذیت کنیم. من و شما در نهایت شادی و لذت دیگری رو اذیت نمیکنیم. اگرم اینجوری فکر میکنیم اشتباه میکنیم. یعنی من فقط این نکته رو گفتم، بنابراین من وقتی که یک کسی رو اذیت میکنم، سر چاقویی رو که به تن دیگری فرو میکنم، تهش تو بدن خود من بیشتر من آسیب میزنه. و به همین جهته که به نظر میرسه که یک قاعدهی در انسان، نه در حیوان، در انسان وجود داره که به من و شما یه هشداری رو میده، مگر اینکه ما اون صدا رو، اون inner voice رو، اون صدای درون رو خاموش یا خفه کنیم و در نتیجه مثل برخی از آدم ها به جایی برسیم که دیگه چون کر شدیم اون صدا رو نمیشنویم، فکر میکنیم این صدا وجود نداره. این یه طرف قضیه. اما طرف دیگر قضیه این هست که من و شما به عنوان یه انسان، به دلیل اینکه با موضوع مرگ روبرو هستیم و با موضوع درد و لذت، متوجه میشیم که در زندگی بر اساس رفتار اون میتونیم برای خودمون درد یا لذت و یا مرگ رو موجب بشیم و میتونیم این رو در مورد دیگران هم اعمال کنیم و در نتیجه به دلیل عقلمون و به دلیل نظام تربیتی محیط اطرافمون یا شرایط اجتماعی به این نتیجه میرسیم که چرا درگیر فعالیت‌های لذت بخش دو طرف نشیم، چرا من و شما درگیر روابطی نشیم که از طریق همکاری هر دو بهره میگیریم و اون همون شرایط وین وین سیچویشنه که من و شما هر وقت که با هم در ارتباط هستیم هر دو برنده بیرون میاییم، تا اینکه یا رابطه رو قماری کنیم که اگر من 5 دلار بردم شما 5 دلار باخته باشید، یعنی برد شما باخت من باشه، یا برعکس، و یا رابطه تصادفی درست کنیم که بیایم سر چهار راه به هم بزنیم، اتومبیل شما 2000 دلار خسارت پیش وارد بشه، مال من 500 دلار، ولی هر دو تا زیان کردیم. چون متاسفانه برخی از مردم هستن که حاضر هستن رابطه تصادفی داشته باشن، بعضی از مردم رابطه قماری، ولی یه آدم سالم رابطهش رابطه مبتنی بر همکاریه. نتیجتاً در جامعه‌ای که مردم
واقع بینانه، عاقلانه، عالمانه به این نتیجه میرسن که بهتر رابطه مبتنی بر همکاری باشه تا قماری یا تصادفی، ما میایم یه نظامی از ارزش‌ها، ولیو سیستم رو که مرحله پایین‌تر از مورالیتی یا اصول اخلاقی هست رو به وجود میاریم و بعداً به دلیل اینکه اون رو داخلی و درونی می‌کنیم، اینترنالایز می‌کنیم، در وجود خودمون اون رو می‌کاریم، حالا هر زمان که تخلف کردیم، درست مانند زمانی که پشت فرمون نشستیم و از خط خارج میشیم و به خاطر اون چیزهایی که روی زمینه تق 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 صدا میکنه من شما یه هشدار میده که آمدی از خط بیرون برگرد، ما این حرکت رو داریم تا زمانی که یا این علامت رو یا علائم رو از روی زمین برداریم یا جاده‌ای بریم که نداشته باشه، یا کر بشیم که اون صدا رو نشنویم یا اون حرکت اتومبیل یا لرزشش رو متوجه نشیم. بنابراین این بحث رو از نظر علمی دیگه در چارچوب ولیو یا ارزش‌ها ما شما داریم، یعنی هر آدمی این رو داره. نکته جالب اینه که مطالعاتی که روی مردمانی که تو زندان هستن کردن، دیدن از 100 نفر اونا مشروط بر این که بیمار روانی نباشن، که ارتباطشون رو با واقعیت از دست دارن، یا درگیر بازی و لجبازی نباشن، همچنان بیش از 95 تاشون موضوع محبت یا عدالت براشون با ارزشه. و به همین جد است که با وجودی که ممکنه نسبت به دیگران بد کنن، وقتی این رابطه رو با فرزندشون یا مادرشون دارن، همچنان مهربانانه و در خصوص برخی از آدم ها منصفان است، حتی با گروه های گنگی که مثلا با هم روابطی دارن. و این نشون میده که ته وجود همه ما اون نوری که به من و شما میگه درست و غلط و خوب و بد اهمیت داره هست. معلومه که من و شما دو کار میتونیم بکنیم، یکی بر اثر آموزش های بد میتونیم درست رو غلط و غلط رو درست ببینیم، دوم میتونیم با بیهسی و بیهساسی کاملا مسئله رو از خودمون دور کنیم و در نتیجه من به راحتی بتونم کار بد بکنم و باش احساس بدی نداشته باشم. این کار همچنان ممکنه، ولی مربوط به آدمی است که دستگاه‌های فعال و حس و احساسش از کار افتاده. پس بنابراین آنچه که می‌فرمایید یه واقعیتی است که ما به نوعی دارای یه قاضی داخلی و درونی هستیم که اگر او رو به هم نریخته باشیم، عادل و منصف و مهربان و آموزنده اونجا نشسته و از این طریق درست مانند همون نقطه‌هایی که یا فرض کنید خطایی که در وسط جاده هست به من شما هشدار میده که برگرد، و قصدش هم این است که مواظب خودت باش و مواظب دیگران باش، و ما هم اگر لجباز و کله شق و غیر واقع بینانه با زندگی برخورد نکنیم، خب میام تو خطمون و سپاسگزاریم که اینا رو گذاشتن که ما رو و دیگران رو به زحمت نمی اندازه. بنابراین دکتر پس شما فکر میکنیم من میتونم خودم ببخشم؟ نه، اون قصه بخشیدن ماجرای بعدیش. روزی که شما به مسئله بخشش میرسید، مسئله این هست که هسته مرکزی و اصلی آنچه که خوددوستیه، یعنی سلف استیم، شفقته، یعنی کامپشنت. شفقت و مهربانی تفاوتشون در این است که در شفقت عامل دلسوزی هم هست. حالا روزی که من این خوددوستی و حرمت نفس رو همراه با شفقت رو داشته باشم، با یک واقعیت دیگه آشنا بشم، کارم راحته. و اون واقعیت اینه که انسان یه موجود ناقصی است که همیشه اشتباه کرده و میکنه، و بنابراین به جایی که کار خودم و دیگران رو بد و غلط بدونم، در بیشتر موارد اونها رو اشتباه میدونم، و اون رو به دلیل انسان ناقصی که همیشه اشتباه کرده و میکنه میتونم بفهمم و در نتیجه بپذیرم. بنابراین از یه مسیر مشخص معینی حرکت میکنم که مسیر و یا جاده بخششه، و این جاده بخشش رو هم در مورد خودم دارم هم در مورد دیگران. یعنی من هم دیگران رو به راحتی میبخشم وقتی که یه اصولی در اونجا رعایت بشه، نه اینکه اونا تقاضای بخشش کنن، و هم در مورد خودم، چون اگر من خودم رو میبخشم شما رو میبخشم، اگر شما رو نمیبخشم خودم رو هم نمیبخشم. آدمی که به خودش سخت میگیره به دیگران هم سخت میگیره، آدمی که با خودش نرم و مهربانه با دیگران هم نرم و مهربانه. بنابراین من میتونم وقتی که با یه موضوعی برخورد میکنم، درست مانند هر تجربه‌ای که به صورت واقع بینانه باید ازش آموخ باید بیاموزم. یعنی من فرض بفرمایید مثالی که خودتون زدید، پشت سر کسی شما حرف میزنید، وقتی این حرفو زدید تو تمام شد رفت، میتونید بشینید و به نظر من 1 ساعتی وقت میخواد که بگید من چرا این کارو کردم.
شما از این طریق با چرایی رفتارتون آشنا میشید. علتش این بود که اصلا من میخواستم خودم رو تحقیر کنم. من قصد حتی تنبیه خودم رو داشتم. من میخواستم آبروی خودم رو ببرم. ظاهرا خواستم آبروی اون آدمو ببرم. ولی با حرفایی که زدم بیشتر آبروی خودم بردم. چون یادتون باشه بیشتر مردم دنیا وقتی پشت سر دیگران حرف میزنند، در حقیقت خودشون رو خراب کردن. برای که خودشون اونجا کثافت وجودشون رو بیرون ریختن. ظاهرا فکر میکنن که کثافت وجود دیگران رو بیرون ریختن. واقعیت مثلا این است که خودشون رو بیرون ریختن. روزی که من از دهانم حرف بد در میاد، حرف کثیف در میاد، این دهن من هست که حتما آلوده شده. و خوشبختانه امروز بسیاری از مردم آگاه و دانا و همراه با اخلاق جهان هستن که اجازه نمیدن هیچ وقت گوششون و مغزشون کثیف بشه. دیگران دهان خودشون رو به انتخاب خودشون کثیف میکنن بکنن و به همین جاست که پاسخی برای یابه های دیگری ندارن و اصلا فرضشون بر این است که درست مانند در یه بیابانی است که احتمالاً فرض کنین شغالی زوزه میکشه یا سگی اوو میکنه. خب من که قرار نیست زندگی و خانوادم رو به هم بریزم جز در زبونم که فکر کنم اون احتیاج به کمک داره یا باید براش کاری بکنم که به اون هیاهو اعتنایی بکنم. و به همجاست که بسیاری از مردم هستن که از این حد و مرز گذشتن و یا اونجا متوجه میشم که منی که پشت سر یادمی حرف میزنم خودم چقدر برام مثلا آبرو مهمه، چقدر دلم میخواد مردم راجع من خوب حرف بزنن. حالا چرا دلم میخواد مردم راجع من خوب حرف بزنن؟ برای که من یه مقدار احساس کمبود میکنم. چرا دلم میخواد مردم راجع من خوب حرف بزنن؟ برای که فکر کنم اگر راجع من خوب حرف زدن من ممکنه از یه مزایا و امتیازاتی برخوردار باشم. چرا دلم میخواد مردم راجع من خوب حرف بزنن؟ به خاطر اینکه اگر راجع من خوب حرف بزنن پس من آسیب نمیزنن. پس مشکل من اون وحشتی است که مثلا از آسیب خوردن دارم. یعنی روزی که من پشت سر شما حرف میزنم اگر بشنم و به یه تجزیه و تحلیل دست بزنم، در حقیقت یه فرصت طلایی پیدا شده که خودم رو بشناسم و عیب و ایراد خودم رو متوجه بشم و خودم رو تصحیح کنم و بتونم از این اتفاق بد یک درس و تجربه خوب بگیرم. بنابراین مکالمه صمیمانه و صادقانه اون زمانی که من و شما اینجا و اونجا اشتباه میکنیم کمکمون میکنه که با موضوع آشنا بشیم و ماجرای بخشش تا اونجا مهمه که بنده همیشه عرض کردم تنها و فقط یک راه انسان رو از جهنم موجود به بهشت موعود میبره، اونم جاده بخششه. کسی که نمیتونه ببخشه قرار هست در همه گرفتاری هایی که خودش برای خودش و دیگران برای او و او برای دیگران فراهم کردن همچنان بمانه و رنج ببره. بنابراین ما برای خلاص کردن خودمون و آزاد کردن دیگران هست که دست به بخشش میزنیم، که البته در اینجا یه اصول و نکاتی رو باید رعایت کرد که اون بحث دیگری است. ولی نبخشیدن خود و دیگران فقط ما رو به کار بد بیشتر وامی داره و از ما موجودی که رفتار نامناسب بدتری داره به وجود بیاره. من به پیام هام رسیدم، اگر مطلبی نیست ازتون خداحافظی کنم. اگر نه دیگه دارم روی خط باشید ما پیام ها رو بشه من در خدمتم. رادی ران بفرمایید. آقای دکتر من سوال نسبین کردنم جزی از همون سوال اولم بوده، یعنی در ارتباط با هم نسبین کردن اینا. نه نفرین کردن که بیماریست. من فکر کنم که بارگاه خدا اونجا منتظر بنده از اینکه شکایت کنم بره حسابشو برسه. یعنی این یه خیلی خیلی کودکانه و بیمارگونه است. من ممکنه برای من بیشتر خانیش نمیشم. منو خدا چیزم البته من چه میدونم، من خبر از اون ندارم، ولی به نظر من اصلا ماجرای نفرین یعنی چی؟ یعنی من بیافتم زمین دستم بشکنه اصلا ربطی به اون نداره. مثلا حادثه یک اتفاق افتاد، جهان بر اساس قوانین فیزیکی و مادی حرکت میکنه، چه ارتباط داره اگر این گونه بود که کارهای دنیا یا درست شده بود یا خراب شده بود. نه اصلا شما چه کانادا تشریف نمیدید، شما همه جا دارین میرین. بنده همه جا نمیرم، بعضی جا میرم. برای کانادا شما الان من امروز سریزم دارین میرین که سوه، ولی ما خیلی به شما نزدیکتر از اون. نه خب آخه این چه استدلالی شد؟ شما گفتید همه جا میرید، بنده از کم همه جا نمیرم. دومی که کانادا تورنتو بنده چند ماه قبل بودم، ولی ونکوور تشریف نمیدید. ونکوور هم حدود 6 ماه 7 ماه قبل بود. من متاسفانه موضوع در هر صورت برای شما تو رو خدا ادامه بده. معلومم من 7 سال است که 7 سال و 4 ماه است شما رو شناختم. حالا به هر حال بگذارید به من بس. قربون شما، ممنونم.